سرخط خبرها. سه روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکرنده ما و طالبان انشالله تعالی شروع خواهد شد. چشم‌انداز صلح افغانستان، لویجرگه برای تعیین تکلیف 400 عضو زندانی طالبان تشکیل جلسه داد. تظاهرات مقابل پارلمان لبنان بعد از انفجار بیروت، پلیس معترضان را با گاز اشکاور متفرق کرد. سه روز بعد از انفجار مهیب در بندرگاه پشت سر من، مردم بیروت بهت زده، خشمگین و نگران هستند. اقدام تازه رئیس جمهوری آمریکا علیه تیک تاک، ترامپ معامله با مالک چینی این شبکه اجتماعی را ممنوع کرد. و مردی که جان یکی از مخالفان اعتراضات ضد نژاد پرستی را نجات داد، گروهی علیه نابرابری به راه انداخته. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجیه غلامی هستم. نشست لویجرگه در کابل، پایتخت افغانستان، برای تصمیم گیری در مورد رهایی 400 زندانی طالبان از امروز آغاز شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانیش به اعضای لویجرگه گفت اگر این 400 زندانی آزاد شوند، طالبان اعلام کرده ظرف 3 روز مذاکرات صلح را با دولت آغاز خواهد کرد. او همچنین گفته اگر این زندانیان آزاد نشوند، طالبان خشونت‌ها را بیشتر خواهد کرد. بیش از 3000 نفر در این جرگه بزرگ مشورتی شرکت کردند. زندانیان مورد بحث اعضایی از طالبان هستند که مرتکب جرایم سنگین شدند. خب در این باره در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد با همکارمون و مهمانی هم از کابل خواهیم داشت. متاسفانه ارتباطمون الان برقرار نیست با کابل. اجازه بدید که برنامه رو با دیگر خبرها پی بگیریم. به این خبر برخواهیم گشت در ادامه برنامه. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده با شناسایی 78 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، شماره کل مبتلایان به بیش از 37000 نفر رسیده. به گفته این وزارتخانه، با فوت 9 نفر در این مدت، شماره کل جان باختگان هم به 1307 نفر رسیده. بیشتر همین وزارتخانه بر اساس یک تحقیق اعلام کرد که احتمالاً بیش از 10 میلیون نفر در افغانستان به کووید 19 مبتلا شده و آن را از سر گذراندند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 156 نفر بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 2450 بیمار جدید هم شناسایی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفته 15 استان در وضعیت قرمز و 11 استان دیگر در وضعیت هشدار هستند. در آفریقا شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 1 میلیون نفر گذشت. نیمی از مبتلایان در آفریقای جنوبی هستند. کارشناسان میگویند چون آزمایش‌های کافی انجام نشده، آمار کرونا در آفریقا تعداد واقعی مبتلایان در این قاره را نشان نمی‌دهد. در هند هم آمار رسمی مبتلا شدگان از مرز 2 میلیون نفر فراتر رفته. به دنبال استعفای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به رویترز گفته این اقدام نشان دهنده شکست سیاست فشار حداکثری آمریکاست. دبیر شورای امنیت ملی ایران هم از رفتن براین هوک استقبال کرده و در توییتر نوشته شاید وزیر خارجه آمریکا هم قبل از انتخابات آمریکا ناچار شود از مقامش کناره بگیرد. با کنارگیری آقای هوک، الیوت آبرامز نماینده فعلی وزارت خارجه آمریکا در امور ونزوئلا در دوره انتقالی مسئولیت امور ایران را بر عهده گرفته. یک مقام محلی در استان گلستان از پیدا شدن جسد سوها رضانژاد در کوههای جهان‌نما خبر داده. گفته شده جسد این طبیعتگرد پایین پرتگاهی پیدا شده که فاصله زیادی از محل استقرار او و گروه همراهش داشته. سوها رضانژاد 28 روز پیش در منطقه جهان‌نما در ارتفاعات کردکوی ناپدید شد. پایتخت لبنان دیشب شاهد تجمع معترضان مقابل پارلمان بود. بعد از انفجار شدید در بیروت که دست کم جان 149 نفر را گرفت، خشم مخالفان دولت شدت گرفت. آنها میگویند این حادثه غم‌انگیز شاهدی بر فاسد بودن دولت است که نتوانسته شدیدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ داخلی در این کشور را متوقف کند. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم قرار است امروز درباره این حادثه سخنرانی کند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد.
تازه ترین تصاویر از محل انفجار در بیروت. جستجو برای پیدا کردن اجساد از زیر آوار ادامه دارد. چند روزه اینجاییم. هیچ کس نیومد گریه های ما رو ببینه. هیچ کس نگفت شوهرم زنده است یا نه. اگه یکی از خودشون ناپدید شده بود، زمین و زمان رو جابجا کرده بودن. برای ما هیچ کس نیومد. مردم کشته شدند و زندگی خیلی ها از بین رفته. خانه ها و مغازه های زیادی تخریب شده. هر کدام از این مراسم خاکسپاری آتش خشم عمومی را شعله ورتر می کند. تلاش مقام های دولتی برای پاسخگویی هنوز خیلی ها را قانع نکرده. شوکه ناشی از انفجار شدید بیروت حالا تبدیل به خشم شده. این تصاویر دیشب است در مقابل پارلمان. معترضان به نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند و نیروهای امنیتی در مقابل با گاز اشک‌آور با آنها مقابله کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کشوری که سابقا لبنان مستعمره آن بود، دیروز به بیروت رفت. مردم خشمگین دور او را گرفتند و اعتراض کردند. آقای مکرون گفت آنجاست که از مردم حمایت کند، نه از رهبرانشان. خبرگزاری رسمی لبنان گفته 16 نفر در جریان تحقیقات درباره علت حادثه دستگیر شدند. از زمان انفجار دو مقام لبنانی استعفا کردند. یک نماینده پارلمان و سفیر لبنان در اردن. آنها گفتند این فاجعه نشان داده کشورشان نیازمند یک رهبری تازه است. من همه چیزم رو از دست دادم، اما مهمتر از من کسایی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن. ما خطای تلفنی رو انداختیم تا مردم به همون پیام بدن. کسانی که خونه هاشون رو از دست دادن یا کسانی که جایی برای زندگی ندارن و در گاراژ ها و زیرزمین زندگی میکنن. ما پناهگاه هایی درست کردیم برای این افراد. این انفجار زندگی همه رو در لبنان فارغ از ملیتشون تحت تاثیر قرار داد. بنابراین ما به دنبال پیدا کردن سرپناه برای همه هستیم. ایران از ورود دومین محموله کمک‌هایش به بیروت خبر داده. سخنگوی وزارت خارجه گفته این محموله‌ها شامل اقلام و کمک‌های بشردوستانه و پزشکی است. ایران بیمارستانی صحرایی هم در لبنان برپا کرده. داوطلبان لبنانی با جارو شیشه‌ها را از خیابان‌ها پاک می‌کنند. زندگی در بیروت در چشم هم زدنی از هم پاشید. بیروت عروس خاورمیانه حالا سیاه‌پوش شد و به نظر می‌رسد بدون کمک جامعه جهانی قادر نیست سر پا شود. فرین آسمی، بی‌بی‌سی. و همکارم نفیسه کوهنورد همین حالا از بیروت با ماست. نفیسه، با تو صحبت می‌کردم ساعتی پیش، می‌گفتی انگار که بیروت در پنجره‌هاش رو همه رو از دست داده. بیشتر به ما بگو از وضعیت آنچه که اونجا می‌بینی. ناجیه، تا چشم کار میکنه، به خصوص در این محل که بسیار نزدیکه، یعنی پشت سر من محل انفجاره و روبروی من محله که بیشتر ساختمون های خیلی بلند مرتبه، ساختمون بانک ها بود و پشت اون مناطق مسکونی، و تا چشم کار میکنه تو حتی تا دورترین کوچه ها از اینجا خونه ها آسیبای جدی دیدن. خونه هایی هم که حتی سر پا هستن، به خصوص که در این منطقه بیشتر بافتش قدیمی بود، خونه هایی که سر پا هستن هیچ اعتباری نیست که سر پا بمونن. خیلی از دیوارها را امروز برای ما توضیح میدادن که خیلی از دیوارها همین امروز صبح سقوط کرده و دیوار خونه ها داره سقوط میکنه. برای همین حتی رفتن به کوچه ها به شدت خطرناکه. دارن آواربرداری میکنن، ولی به خاطر همین خطرات گاه گاه مجبورن که آواربرداری رو هم کاملا قطع بکنن. هنوز از بعضی از مناطق بوی جسد میاد. معلوم نیست که حالا در بخشی انتظار میره که اجساد افراد متاسفانه زیر آوار مونده باشه، و در بخشی هم حیواناتی که مثلا گربه هایی که در اونجا بودن، خیلی تعداد زیادی امروز به ما میگفتن که گربه در بعضی از کوچه ها جانشون رو از دست دادن، کشته شدن در همین انفجار. بوی گاز خیلی شدیدی میاد که ناشی از همین انفجاره و گلو رو هنوز میسوزونه. برای همین ما این ماسکا رو استفاده میکنیم. در داخل کوچه ها بوی گاز خانگی رو میشه حس کرد که خیلی نگرانی رو از انفجار داره ایجاد میکنه. برای اینکه کپسول های گازی که رها شدن موقع انفجار هر آن ممکنه که منفجر بشن، و همین هم کار آواربرداری رو داره سخت میکنه. گروه های تجسس هم
همچنان دارن میگردن، امیدهاشون به نظر داره قطع میشه که دیگه افراد رو بتونن زنده از زیر آوار بیرون بیارن، ولی خب معجزه هایم رخ میده. دیشب یک نفر رو ساعت ها بعد از انفجار زنده بیرون آوردن. استیصال و نگرانی رو میشه که در رفتار مردم لبنان دید، چه اونهایی که به خیابان ها میان برای اعتراض، چه اونهایی که خودشون شروع میکنن به تمیز کردن کوچه و خیابان هاشون. همونطور که خودت گفتی، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله قرار است صحبت کنه، چه انتظار میده از و اصولا صحبت های این چنینی رهبران گروه های سیاسی چه کمکی میکنه به این شرایط؟ خب این اولین صحبت آقای نصرالله بعد از انفجار خواهد بود. نگاه هم طرفدارهاش و هم مخالفانش به این گفتگوها هست. ما با یکی از منابع حزب الله صحبت کردیم، میگفت انتظار میره که آقای نصرالله این سوال رو بپرسه که چه کسانی از این انفجار نفع میبرن. قصدش این خواهد بود که به نوعی بگه که این حزب الله نیست که مقصره، به خاطر اینکه خب بعضی ها حزب الله رو متهم میکنن، با توجه به اینکه دولت علانی تحت نفوذ حزب الله هست، ارتباط بسیار نزدیکی با حزب الله داره و همچنین بنادر و مرزهای لبنان عملا به صورت سنتی به نوعی زیر نظر حزب الله داره اداره میشه و کنترل حزب الله بر این مناطق بیشتره. آقای نصرالله احتمالاً به سفر آقای امانوئل مکرون هم اشاره خواهد کرد و انتقاد خواهد کرد از اینکه چطور اون برای چه چیزی اون زودتر اومده. در نهایت به نوعی به هم به مخالفاش و هم به موافقاش به نوعی جواب خواهد داد و حد زده میشه که گروه های دیگه رو متهم خواهد کرد به این که در این انفجار دست داشتن. الان هم خشم مردم از همه زیاده. همین امروز هم رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده که کاری از دستش بر نمیاد و نباید مردم اونو مجبور کنن که تصمیم اشتباهی بگیره. معلوم نیست که این تصمیم اشتباه اشاره به چیه، ولی همین هم باعث شد که خیلی از کسایی که ما اینجا تو راه داشتیم میدیدیم واقعا با عصبانیت داشتن در موردش حرف می‌زدن، نه فقط در مورد اون، در مورد تمام مقامات و مسئولان لبنانی. متشکرم از تو نفیسه کوهنورد در بیروت با ما. و اما اجازه بدید برگردیم به خبر اول برنامه امروزمون، نشست لوی جرگه در کابل پایتخت افغانستان که برای تصمیم گیری در مورد رهایی 400 زندانی طالبان از امروز آغاز شد. 3000 نفر در این نشست بزرگ مشورتی در این جرگه شرکت کردن. نسرین نوا خبرنگارمون در کابل با ما هست. نسرین، بیشتر از جزئیات نشست امروز به ما بگو لطفا. در نشست قرار است که اشتراک کننده در کمیته های مختلف با هم کار و گفتگو بکنن و به دولت مشوره بدن درباره رهایی 400 زندانی طالبان و البته نتیجه نهایی در طی قطعنامه در آخرین روز این نشست بزرگ اعلام خواهد شد. در نشست امروز مقامات بلندپایه دولت سخنرانی داشتن. رئیس جمهور غنی با از مردم خواست که با توجه به اینکه طالبان اعلام کردن که اگر به موقع باقی زندانیان را رها بکنه دولت حاضر هستن که 3 روز پس از آن مذاکرات را با دولت به شکل مستقیم و رسمی شروع بکنن و اگر این اتفاق نیفته تهدید کردن که خشونت ها همچنان بیشتر میشه. آقای عبدالله هم که به عنوان رئیس این جرگه امروز در نشست حضور داشت، از مردم خواست که در این وقت حساس تصمیم درستی بگیرن تا اینکه بتونن بین جنگ و صلح را انتخاب بکنن. به نحوی هر دو همجهت با هم دیده میشد که موافقی هستن که این جرگه با یک نتیجه مطلوب به پایان برسه. اما خب این نشست خیلی آرام هم تمام نشد. امروز یکی از نمایندگان مجلس بلقیس روشن در میان صحبت‌های آقای غنی به اعتراض پرداخت با بلند کردن یک لوحه‌ای که نوشته بود به طالبان باج ندهید و این اعتراض با درگیری‌های همراه بود. یکی از زنانی که در نشست حضور داشتن که منابع میگن کارمند ارگ بوده، خانم روشن را به روی زمین پرتاب میکنه و او را تلاش میکنه که بیرون از تالار بندازه و گفته میشه که در نهایت محافظان ارگ خانم روشن را از تالار در حالی که خودش هم در حال بیرون شدن بوده بیرون انداختن. ولی در کل صحبت ها طوری بوده که تمام اشتراک کننده ها بتونن به یک
اجماع نظر در مورد رهایی زندانیان برسن. انتقادها کم نبوده، خیلی این رو اتلاف وقت، اتلاف هزینه و مخصوصا خطرناک تر در چنین شرایطی، شرایط کرونا، اون رو تلقی میکنند. چرا اینقدر آقای غنی برگزاری چنین نشستی اصرار داره و چقدر ممکنه که واقعا نتیجه بخش باشه؟ خب این تنها راهی بوده به گفته خودش، از میان صحبت‌هایش مشخص است که به عنوان بهترین گزینه و تنها راه آخری بوده که ممکن بوده این بن‌بست را خاتمه بده و یک راهی باز بکنه برای مذاکرات با طالبان. طالبان تاکید کردن که اگر بقیه زندانیانشان آزاد نشن حاضر نیستن با دولت مذاکره بکنن. به همین دلیل آقای غنی مکلف بوده که راهی را پیدا بکنه که به گفته خیلی‌ها بار ملامتی هم به دوش خودش نیفته و مردم تصمیم بگیرن، یک اجماع کلی ایجاد بشه و تصمیم همگانی باشه، چون که آقای غنی گفته صلاحیت آزادی این زندانیان رو نداره و جرگه بهتر از تصمیم بگیره. چنین تلاشی وجود داره و همچنین برخی منابع میگن خب فشارهای بیرونی هم وجود داره، فشارهای آمریکا برای دولت افغانستان برای گذاشتن یک نقطه پایانی در مقابل این جنجالی که ماها دوام کرده و اینکه ممکن هست اگر واقعا به نتیجه برسن خشونت کاهش پیدا بکنه، مذاکرات شروع بشه که توقع میره در نهایت به یک توافق با طالبان برسن. هنوز مشخص نیست، خیلی زود هست که پیش بینی کرد، ولی خب به این زودی ها این قضیه حل شدنی نخواهد بود و خود مذاکرات بین دو طرف هم حتما زمان بر خواهد بود. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. همونطور که همکارم نسرین نوا هم اشاره کرد، سازمان عفو بین الملل گفته در روند صلح افغانستان قربانیان باید مورد توجه قرار بگیرند. این نهاد افزوده که صلح نباید باعث نادیده گرفتن جرایم و جرم علیه بشریت شود. همونطور که گفتم همکارم هم اشاره کرد، بلقیس روشن نماینده مجلس هم امروز در جریان سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز لوی جرگه اعتراض کرد و گفت باجدهی به طالبان خیانت ملی است. او تایید کرده که محافظان رئیس جمهوری او را از تالار لویجرگه بیرون بردند و زنی از میان شرکت کنندگان در این نشست به او حمله کرده و او را به زمین انداخته. بلقیس روشن نماینده مجلس از کابل با ما هستند. خانم روشن، میشه بیشتر به ما بگید که چه اتفاقی اونجا برای شما افتاد و کسی که به شما حمله کرد کی بود؟ متشکر، باز سلام. جرگه که امروز برگزار شد به همه مردم معلوم است که جرگه های است که نتیجه‌ای که بر منافع مردم باشه هیچگاه در قبال نداشته. اما وقتی که رئیس جمهور گرد زد و مخصوصا که تهدید کرد که طالبا گفته اگر جنگ 400 نفر ما را آزاد کنیم ما خشونت کم میکنیم و در غیر از او جنگ شدید میکنیم، بازم بود که ما اعتراض داشتم، گفتم یک دقیقه وقت بدین که نظر ما را شما جواب بدین که تا چی وقت مردم افغانستان باج بده و باجدهی به طالبا یک خیانت ملی است، چون 5000 نفر به گپ خودشان 5100 نفر وقت که آزاد کرده هیچ تاثیری نکرد. این 400 نفر دیگر چی تاثیر بر جنگ خواهد ماند و چی تضمین خواهد بود؟ اینا صحبت ها بود که میخواستم بکنم، اما دیدین که نماندن، خود غنی نماند صحبت کنیم، یک تعداد کسایی که چکچکی بودن خواستن که صدا بلند نشه و از دید رسانه باز ما گفتم وقتی که وقت ندین و یک شعارم داشتیم ما که باجدهی به طالبان وحشی خیانت ملی است و دایی متیقین هستم که یک جنایت است که برای نیروهای نظامی و مردم ملکی که در طول 18 سال تلفات دادن، انتحار و انفجار شدن، امروز بسیار به سادگی و خب متاسفانه ارتباطمون با خانم بلقیس روشن نماینده مجلس افغانستان قطع شد، ولی خب در جریان جزئیات بیشتر آنچه که برایشون گذشت قرار گرفتیم. ممنونم از ایشون در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان به شرط آزادی زندانیانش را 3 روز دیگر به گفتگوهای صلح میپیوندد. پلیس معترضان مقابل پارلمان لبنان را با گاز اشک‌آور متوقف کرد. در ادامه برنامه، مردی که جان یکی از مخالفان اعتراضات ضد نژادپرستی را نجات داد، گروهی علیه نابرابری به راه انداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با امضای یک دستورالعمل اجرای دو اپلیکیشن تیک تاک و ویچت را خطری علیه امنیت ملی کشورش اعلام کرد. او دستور داده که اشخاص و شرکت‌های آمریکایی ظرف 45 روز آینده معاملات و خدمات خود با دو شرکت چینی مالک این اپلیکیشن‌ها را متوقف کنند. تیک تاک این اتهام که داده‌های کاربرانش در آمریکا را در اختیار دولت چین قرار می‌دهد رد کرد. امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت از تورین ایتالیا با ما هستند. آقای رشیدی، نگرانی های آقای ترامپ بسیاری از فعالیت های که به فعالیت های تیک تاک برمیگردن، چقدر این نگرانی ها واقعی است؟ ببینید، اول در مورد ویچت بگم که خب الان تقریبا 5-6 ساله که اثبات شده، تحقیقات مفصلی هست که این اپلیکیشن سانسور میکنه، دیتا رو در اختیار دولت چین قرار میده و خیلی ها هستن که به خاطر استفاده از اون زندانی شدن در چین. در مورد تیک تاک یه مقدار بحث جدیدی هستش. ما تا الان چیزهایی که داریم این هستش که میدونیم افرادی به دلیل اینکه مطالبی رو بر ضد دولت چین گذاشتن و در چین بودن تحت فشار قرار گرفتن که محتوا رو پاک کنن یا باهاشون برخورد شده. نگرانی که در آمریکا ابراز میشه از جهت جمع آوری داده‌های کاربرانی هست که در آمریکا ساکن هستن و خب این نگرانی هستش که ممکنه این داده‌ها در اختیار دولت چین قرار بگیره و ازش در واقع سوء استفاده بشه بر ضد منافع ملی آمریکا. این چیزی هستش که در واقع دولت آمریکا، آقای ترامپ و اطرافیان ایشون دارن این نگرانی رو ابراز میکنن. و راه حلی رو که آقای ترامپ براش در نظر میگیره آیا راه حل درستی است؟ من فکر میکنم که این راه حل بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله هستش. ببینید، ما این مشکل رو نه فقط با تیک تاک، حالا چین که خیلی تکلیفش روشن است به لحاظ اینکه چه جور ساختار حکومتی اونجا حاکم است از نظر سانسور و غیره، ولی ما این نگرانی در خود آمریکا هم داشتیم. داده هایی که فیسبوک جمع آوری میکنه، ما دیدیم که در انتخابات آمریکا بدون در واقع اجازه از اون کاربرها در اختیار کمبریج آنالیتیکا قرار گرفت. یعنی بحث حفاظت از داده ها فقط مخصوص چین نیست، مخصوص شرکت های خود آمریکایی هم هست. من فکر میکنم بهتره به جای این برخوردهایی که به نظر من بیشتر ریشه سیاسی داره تا ریشه حل مسئله و حفاظت از حریم خصوصی کاربرها، بهتر بود آمریکا هم مثل اتحادیه اروپا میرفت به یه سمت اینکه قوانین جامعی برای حفاظت و در واقع حفظ داده های کاربرها در اینترنت به وجود می آورد تا ما نخواهیم سر یک مسئله و دو مسئله، حالا امروز با چین مشکل است، فردا اگه مشکل با چین حل شد احتمالاً این دستور هم از دور خارج میشه. در واقع به یک راه حل اصلی تر، ریشه ای تر آدم باید برسه به جای اینکه یک سری واکنش های سیاسی باشه که احتمالاً ممکنه که بحران های دیگه رو هم به وجود. خب بس این هست که به نظر میاد موضوع مهمتر از این هست که با چه در این زمینه چه استراتژی باید اندیشید. این که شما میگید با چین، به نظر نمیاد که آمریکا مشکلش یک شبه حل بشه. به نظر نمیاد حل بشه، ولی خب از دولت آقای ترامپ هم بعید نیست هر چیزی ممکنه فردا مسئله باش حل بشه. به هر حال میخوام بگم که مشکل ریشه‌ای تر از این بحث هست. ما با یوتیوب، مجموعه گوگل این مسئله جمع‌آوری داده‌ها رو داریم، با فیسبوک این مسئله رو داریم، با خیلی از شرکت‌ها این مسئله رو داریم. شما اگه مقایسه کنید زمانی که تو آمریکا هستین یه وبسایت رو باز بکنید، در مورد استفاده از کوکی‌های شما یه هشدار می‌گیرین. اگر در اروپا همون وبسایت رو باز کنید، به مراتب حفاظت‌های بیشتری دارین نسبت به موضوع خیلی ساده که کوکی‌هایی باشه که وبسایت‌ها استفاده می‌کنن. دلیلش چیه؟ دلیلش قانون جامعی هست که اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا داره و آمریکا ما چنین قانون جامعی رو نداریم. اگر این قانون به وجود بیاد دیگه لازم نیست موردی تک تک سراغ یه سری اپلیکیشن بریم، یه سری شرکت بریم و یه سری قوانین رو در جاهایی صادر بکنیم که رئیس جمهور بعدی ممکنه اون قانون رو نقضش بکنه. بنابراین شی حل بشه. ممنونم از شما امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت در تورین ایتالیا. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی گفته تا پایان تحریم‌ها راه زیادی باقی نمانده. او گفته علامت‌هایی از کشورهای اروپایی، آسیایی و دیگران دریافت شده، حاکی از آن است که ایران در روزهای پایانی تحریم است. در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر از گشایش‌های اقتصادی در هفته‌های آینده خبر داده بود. سخنان این مقام‌های دولتی گمانه‌زنی‌ها و انتقادهایی را بین تحلیلگران اقتصادی در ایران سبب شده. ساعتی قبل از آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی در پراگ، پرسیدم این نوع اطلاع رسانی دولت درباره گشایش اقتصادی بعد از برداشتن تحریم‌ها به چه معنی است. این نکته اشاره بکنیم که اساساً چنین مدلی از اطلاع رسانی میشه گفت که بی سابقه است در میان دولت مردان. به هر حال
صحبت‌های دولت مردان، مشاوران اونها و مقام‌های دولتی وقتی که به ابهام در یا نااطمینانی در فضای اقتصادی دامن میزنه، در واقع خودش به عنوان یک ریسک در فضای اقتصادی شناسایی میشه و این اتفاقی است که در روزهای گذشته در دست کم صفحات مجازی، شبکه‌های اطلاع رسانی و پیام‌رسان‌های مجازی شاهد اون بودیم که هر کس به تعبیری و به گمانه‌ای و حدسی می‌پردازه، حتی دستمایه شوخی‌ها و خنده‌هایی شده این صحبت‌ها، اما همین گمانه‌ها در واقع آسیب میزنه به فضای آسیب دیده اقتصادی ایران. از آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی گفته شده تا تغییرات در نرخ‌های سود بانکی یا مجوزهایی که قرار هست دولت بگیره برای عرضه‌های بزرگتر شرکت‌های دولتی به بورس، تا تایید لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق سلف نفتی با سررسید 2-4 ساله در بورس انرژی، اینها مجموعی از گمانه‌هایی است که حتی از این بیشتر هم مطرح شده. البته علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر آقای روحانی بحث تایید لوایح مربوط به FATF در مجمع رو منتفی دونسته، اما با کنایه به مخالفان تایید این لوایح اشاره کرده که چه کرده اند که تایید این لوایح میتونه برای مردم یا برای فعالان اقتصادی به عنوان گشایش اقتصادی مطرح بشه. آرش حسنی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی، و پاتریک هاچینسون رو ممکنه که با تصاویری از او در تظاهرات 2 ماه پیش لندن که منتشر شد به یاد داشته باشید. کسی بود که جان یکی از مخالفان اعتراضات ضد نژادپرستی رو در جریان کشمکش‌ها نجات داد. بعد از اون روز پاتریک و 3 نفر از دوستانش گروهی به نام اتحاد برای تغییر و انگیزش درست کردن تا با نابرابری نژادی مبارزه کنند. قرار بود که این گزارشی رو در این باره در این بخش خبری برای شما پخش کنیم، ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در پخش بعضی از دیگر گزارش‌هامون داشتیم نرسیدیم که این گزارش رو برای پخش شما پخش کنیم. در بخش‌های بعدی خبر این گزارش رو خواهیم داشت. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی هستید.